سلام به دوستان و همراهان همیشگی کانال پارسی تیوی. با یه ویدیوی دیگه اومدم خدمتتون از تیکه های سنگین آقای رسول خادم به نمایندگان مجلس. با ما همراه باشید. لطفاً قبل از هر چیز کانال ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش هم بزنید تا زودتر از همه از ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید. آقای رسول خادم از اون دسته از ورزشکاران خوب و مردمیه که هم توی کارهای خیر دست داره و هم توی این مدت پشت مردم ایران بوده و با پست‌های جنجالیش در اینستاگرام شخصیش حرف‌های تندی به سران مملکت زده. حالا هم در جدیدترین پستش با اشاره به قیمت سرسام‌آور ارز و عدم توانایی مسئولان در کنترل اوضاع مملکت حرف‌های تندی به اونها زده. با انتشار این عکس از نمایندگان مجلس که در حال رأی‌گیری‌اند و اینجوری روی زمین نشستن نوشت: چه می‌شود گفت؟ البته انتظاری هم نیست، فقط نمی‌دانیم این جماعت لالپرست نماینده کدام مردم هستند. سال‌هاست گزارش مقامات چیزی جز همه چیز خوب است و کشور در همه ابعاد در حال پیشرفته است نیست. اینکه هر فرد مشهور و غیر مشهوری اگر موضوعی را منتشر می‌کند باید مستندات آن را هم ارائه کند وگرنه مسئول است و باید پاسخ دهد غیر منطقی نیست، ولی اینکه هیچ کس قبل از صحبت مقامات در مورد موضوعات مردم و جامعه هیچ نگوید تا مقامات اول اظهار نظر کنند، این نهایت ناراستی و خیانت به مردمی است که بیت المالشان را گرفتند و میگویند شما لال باشید تا مقامات به وقتش آنطور که میخواهند گزارش دهند و البته شاید هم اصلا صلاح ندانند چیزی بگویند. واقعا این جماعتی که به نام نمایندگی مردم در خانه متعلق به مردم نشستند و خودشان هم جرأت بیان درد و بدبختی مردم و خیانت مقامات بیمسئولیت را ندارند و گوششون به جای شنیدن صدای مردم خواست و فرمان مقامات بالا را میشنود، نمیدانند که این روزهای مبارک بادشان بر روی صندلی‌های سبز متعلق به مردم در ساختمان بهارستان میگذرد. به پشت سر خود نگاه کنید، ببینید چند نفر از کسانی که در موقعیت شما بودند و مانند شما به مردم بیپناه این سرزمین نامردمی کردند، با عزت ماندند و با عزت رفتند و ما ذلت آنان که در موقعیت شما بودند و به مردم خیانت کردند را فراوان فراوان به چشم دیده ایم. شما مصداق آیه خسرت دنیا و الاخره ذالک هو الخسران المبینین. کسانی که در دنیا و آخرت زیانکارند و بازنده و این زیانکاری و بازنده بودن آنها آشکار است. با انتشار عکسی هم از مناطق زلزله زده در ایران نوشت: تصویر بالا مربوط به ترکیه و مناطق زلزله زدهش نیست، اینجا خویه، یکی از روستاهای اطراف خوی که جمعی از مردم که خانه هایشان آسیب دیده و امکان سکونت ندارند بعضن در چنین چادرهایی در کنار چادرهای هلال احمر ساکن شدند. این دو کودک عزیز و سرما زده هم کودکان ما هستند. هیچ برنامه عملیاتی برای بازگشت اونها به خونه هایشان و نجات اونها از این سرما و فضای سخت و غیر بهداشتی تدوین نشده. خونه هایی که باید ابتدا مرمت شوند تا بعد بتوان در آن ساکن شد. با وعده دادن وامی ناچیز، آن هم در شرایط امروز گرانی قیمت مصالح ساختمانی، مشکلی از زلزله زدگان حل نمی شود. این مردم برای مرمت خانه هایشان نیاز به برنامه ریزی مناسب برای امکان اسکان موقت توأم با خدمات مورد نیاز و نیز تیم‌های فنی غیر دولتی و چابک برای ساخت و مرمت خانه‌هایشان دارند. با مردمان زلزله‌زده خوی به گونه‌ای رفتار نشود که گویی همه چیز تمام شده و مسئله‌ای ندارند. در واقع مشکل اصلی مردم زلزله‌زده خوی که فراهم شدن امکان بازگشت به خانه امن است، تازه آغاز شده. در پست دیگه هم با انتشار عکسی از رزمندگان دفاع مقدس در جنگ ایران و عراق نوشت: تصویر بالا تصویر سربازان پاک باخته این سرزمین در دفاع از مردم و خاک ایران زمین است. فرزندانی از مردم ایران که رفتند و دیگر باز نگشتند. تصویر بالا تصویری از جانبازان و شهیدان وطن است. مردم خیانتکارانی که جانبازی و پاک باختگی این شهیدان وطن را ابزار رسیدن خود به جایگاه زور و زر نمودند میشناسند و ظلم و خیانت آنها به مردم این سرزمین را هیچگاه فراموش نخواهند کرد. لعنت خدا بر خیانتکاران به مردم و شهیدان وطن باد.
با انتشار عکس دیگه ای هم از مناطق زلزله زده نوشت امروز 23 بهمن ماه خوی و روستاهایش سراسر برف بود. به روستا که رسیدیم مردم سرگردان و بلا تکلیف بیرون از چادرها پرسه می زدن. اهالی روستا از سرمای دیشب و زندگی در چادر به شدت گلمند بودند. از چند روز بعد از زلزله که به این روستا آمدیم وضع مردم همین بوده که هست. 141 خانواده و 40 چادر. مردم باید به خانه هایشان برگردند. هوا سرد است. مردم روستانشین روی برف و یخ در چادر نشستند. به چه کسی باید گفت؟ هیچ چشم بینا و گوش شنوایی هست؟ روستاهای اطراف خوی 23 بهمن ماه. با انتشار ویدیویی هم از صحبت‌های خانم خیری که حرف از مولدسازی مدارس خیرساز میزنه نوشت پول جماعت نیکوکار با هزاران امید برای ساخت مدرسه برای مردمان محروم روستانشین در روستاها و مردم تنگدست در محلات فقیرنشین شهرها هزینه می‌گردد. بخش بزرگی از امید و دلخوشی مردم محروم و فقیر سرزمین ما در تنگناهای معیشتی و خدماتی حمایت نیکوکاران از ایشان است. نیکوکارانی که حساب نیت و تلاش و مسئولیت اجتماعی خود را از داستانهای اجرایی نظام مدیریتی حاکم بر کشور جدا کردند. در این حال و روز معیشتی خراب، حداقل حمایت نیکوکاران را از مردم تنگ دست نگیرید. نیکوکاران را فراری ندهید. با انتشار این عکس هم نوشت وقتی درد مشترک نباشد. دیروز اعلام کردند که جلسه حساس و مهم مجلس درباره وضعیت ملتهب و بی صاحب گرانی ارز به خاطر فوت مادرزن مسئول بانک مرکزی و گرفتاری‌های معاون اول دولت کنسل شده است و در ادامه اعلام شد که جلسه مذکور پس از گذراندن تعطیلات آخر هفته در هفته آینده مجدداً پیگیری خواهد شد. به همین سادگی در کمال آرامش و بدون هیچ دغدغه خاص. جالب است نه؟ بحران گرانی ارز که هم به لحاظ روانی و هم مادی زندگی مردم بی درآمد و کم درآمد و طبقه اجتماعی متوسط جامعه را به هم ریخته و حداقل قدرت برنامه ریزی برای ابتدایی ترین موضوعات زندگی را از ایشان گرفته، اینقدر موضوع پیش پا افتاده است که حتی آقایان مسئول تمایل ندارند ذره ای از مسائل شخصیشان بگذرند تا این زخم بزرگی که افسار گسیختگیش روان و سفره معیشت مردم را مجروح و خونمال نموده است هرچه زودتر کمی کنترل شود. البته باید پذیرفت وقتی درد مشترکی وجود ندارد چه فرقی می‌کند هفته آینده هم برگزار بشود یا نشود. شاید همین جماعت می‌دانند برگزار شدن و نشدنش هیچ تفاوتی ندارد. یاد مسئولیت پذیری و همدلی شهید وطن شهید باکری عزیز افتادم که در خلال انجام عملیات خیبر به مهدی باکری خبر داده شد که برادرش حمید باکری در صحنه نبرد شهید شده است و می‌خواهند برای بازگرداندن پیکر او گروهی را اعزام نمایند، اما وی ممانعت می‌کند و چندین بار پشت بیسیم این جمله را به زبان می‌آورد: همه ی آنها برادران من هستند، اگر توانستید همه را برگردونید، حمید را هم بیاورید. این مشی شما جماعت است و آن مرسی که تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید و با لایک و کامنت هاتون از ما حمایت میکنید.